بنام یاد پروردگار، درود بر شما. یک کودک شوی هیجانی دیگه از شبکه نسیم همراه من باشی. به شما رو بازده. آقا ایلیاد، مامان چجوری بهتون نقاشی کردن یاد داده؟ باباجی کردن. نفس خانوم؟ بله. شما چجوری چه خوندن یاد گرفتی؟ توی کتاب. آقا ایلیاد، شما یاد گرفتی خونه رو جمع و جور کنی، وسایلتو خودت جمع کنی؟ بله. کی بهت یاد داده اینا؟ مامان بابا. یه شعر بخون ببینم. جوا که ما میخوابیم، آقا پلیده بیداره، ما خواب خود میبینیم، اون مسئله کاره، آقا پلیده زرنگه، با دردا خوب میجنگه، ما پلیده دیدن به احترام میداریم. آفرین، دست بزنیم. یه دونم شما بخون آقای لیاد، ببینم شعر چجوری بلدی بخونی. یکی زرم گذبیه یا زمید آبیه، میزنم زمین هوا میره، نمیدونم جا کجا میره، من این دیوانه داشتم، مستم و خوب نمیستم، بابا امره ایدی داره، ایدی بگذلی داره. آفرین، برای ایلیاد هم دست بزنیم. دوست داریم بریم بازی کنیم؟ چه بازی بله. بکنیم؟ من دوست دارم این پارک بازم بازی کنم. آقای لیا، شما دوست دارید چه بازی بکنی؟ دوست دارم برم باغ بازی کنم. مثلا بریم یکم بودو بودو کنی؟ بودو این بریم بازی. میریم به استقبال مهمانان امشب، خانواده های قاسمی و کاکایی. خیلی خوش آمدید، خیلی خوش آمدید. درود بر شما. یه سلام علیکی داشته باشید با بینندگان عزیز. به نام خدا، مهدی قاسمی هستم، پدر ایلیا و ارمیا جان. سلام عرض می‌کنم خدمت جناب آقای بازرگی و مردم خوب ایران و حضار محترم. و سرکار خانم. به نام خدا، سلام و عرض ادب دارم خدمت شما با آقای بازرگی، بینندگان، حضار عزیزی که زحمت کشیدن تشریف آوردن. ان شاءالله که شب خوبی در کنارم داشته باشیم. الهه دیودلی هستم، مامان ایلیا جان و ارمیا جان. خیلی خوش آمدید. و خانواده کاکایی. به نام خدا، عارف کاکایی هستم، پدر حسین آقا و نفس خانوم، در خدمتتون هستم. ان شاءالله که امشب شب خوبی بتونیم کنار هم دیگه رقم بزنیم. حتما، با لبخند قشنگ شما حتما. و سرکار خانم. به نام خدا، سلام عرض می‌کنم خدمت شما جناب بازرگی و تمام تماشاگرانی که برنامه ما رو تماشا می‌کنن. لیدا طاهرآبادی هستم، مامان دو تا فرشته نازنین، حسین جان و نفس خانم. بسیار عالی. خب کی اول شروع می‌کنه؟ شروع هستین خدمتتون. بفرمایید. سلامت باشید. شیطون بودی؟ من نه، ولی جای خالی منو پر کردن به اندازه کافی. به اندازه کافی کاملا. یعنی چی؟ یه ذره توضیح بدین. یعنی اینکه من بچه بودم فوق العاده شیطون بودم، یعنی هر جا که میرفتیم مهمونی همه اعضا دور از جون میگفتن وای لیدا بازم اومد. چرا؟ شیطنت هم زیاد بود، حالا یه سر بچه ها رو اذیت میکردم تا حدودی. شیطنت به حد ماکسیموم، شما در نظر بگیرید نهایتش. پر جنب و جوش بودم با شیطنت کردم، فهم مثلا یه بچه از خرابکاره، مثلا میره خونه یه نفر میگم وای این بچه اومد اینو میزنه میشکونه اون کارو انجام میده. خرابکارم بودم، خرابکارم بودم دقیقاً. یعنی ما طوری بود که اگه با پدرم بیرون که میرفتیم
حالا همسرم خاطره بوده که بابام براش اون تعریف کردن. بارها اینو شنیدم. پدر خانم بنده خدا میگه دستاشو که میگرفتیم از مثلا جلو فروشگاه مغازه ها رد میشدیم، اگر راه نمیداد یه پای مینداخت، بالاخره یه چیزی مینداخت، ما یه خسارتی باید اینجوری میدادیم. متاسفانه خرابکاری زیاد در اینه شیطنت. الان هم خرابکاری میکنین تو خونه؟ نه الان که اصلا، چون الان دیگه پسر خودم هستش. بعضی اوقات شیطنت میکنه، نه به اندازه من که مادرش بودم، ولی خب میگم آه اون اطرافیان بوده، خودم رو گرفته که ماشاءالله شیطون بودن دیگه، ماشاءالله پسرم هم شیطونه. ولی شما آروم بودین؟ من بله از بچگی آروم. چند تا بچه این شما؟ ما دو تا بودیم که متاسفانه یکیش آخه آره. چرا برادر کوچیکترم توی حادثه تصادفی که پیش اومد برادر دو تایی هم بودیم، بله ایشون از دست دادیم تفتک. آخه می‌خواستم بپرسم اصلا تفاوت سنیتون چقدر بود؟ چقدر؟ نه دو سال ما هم اختلاف سنی داشتیم با برادرم که تو سن 20 سالگی ایشون از دست دادیم. آخه خدا رحمتشون کنه. حالا شب خوبیه، نمی‌خوایم ایام یه ذره ایام خوشیه و نمی‌خوایم کام مرد. بله حتما همینطور. زنده باشی. شیطون بودین شما؟ تا دلت بخدا بود. چیکار می‌کردی؟ طوری که من پسرعمون میومد خونمون یه موتور براوو داشت. یعنی یه لحظه غافل میشد تو کوچه داشت دنبال من دنبال این موتور میدوید، یعنی در این حد شد. خطرناک بودی پس؟ آره یک مقدار. شیطون نبودی؟ سالی یه بار پام میشکست، یعنی در این حد. سالی یک بار؟ آره دقیقا. شاره پایه؟ چه تو فوتبال چه موتور سواری چی؟ همیشه دست و پاچه کرده. حسابی؟ چند تا بچه شما؟ ما چهار تا، سه تا برادریم یه خواهر. به یه خواهر. من اونم شیطون بودم مثل شما یا نه؟ برادر بزرگی هم آره از من بیشتر بود، ولی تازه بیشتر از شما. آره بیشتر از من. اینجا تشریف دارن؟ بله بله تشریف دارن. بیستن لطفاً. بابا. آقا درود بر شما، خودتون معرفی کنید لطفاً. زنده باشید. رضا قاسمی هستم، برادر بزرگتر آقای میت. میگن آقا شما از ایشون شیطون تر، چیزایی که تعریف کردن موتور برداره، پا بشکنه، اینا دیگه شما چیکار می‌کردید؟ یعنی هر کسی به نوبه خودش بچگی می‌کنه دیگه. بله. ما هم تو بچگی خودمون آتیشایی که نسوزوندیم. چیکار کردی؟ یه نمونهشو برام تعریف کن. روسته رو فکر می‌کرد توپ فوتباله، میرفت رو چارپایی میکن میآورد پایین. منگوله در این حد بهت بگم. آره خطرناک می‌کردین. بله. حالا خودتون فرزند دارین؟ بله. الان فرزندتون این کارا رو بکنی شما چیکار می‌کنی؟ واکنشتون چیه؟ مجبوریم ساکت بشیم دیگه. چرا؟ خودشون کارو کردن. برمیگرده میگه کاری که خودت کردی خب منم میکنم. اون بچه که نمیدونه شما چیکار کردین. تعریف کردم براش. آش نمیدونم. خیر خب خیلی خوش اومدید. بفرمایید بشینید. ممنون. اصلا موضوع برنامه من راجع به همینه. راجع به اینه که آقا افراط و تفریط در تربیت فرزندان باعث میشه که اون مسیری رو که بایستی برای تربیتش طراحی بکنید اشتباه پیش بره. قطعا همینطور. یعنی اگر خیلی ساکت باشیم، خیلی دوستانه با بچه‌ها برخورد بکنیم و اونا حاکم خونه بشن، خب یه ذره سخت میشه دیگه حرف پدر و مادر رو گوش کنن. اگر هم که خیلی سختگیر باشیم که اونم بعدن هر وقت شما نبودید، بعد از اینکه شما نبودید در یک جای نبودید دیگه کارهای تربیتی شما رو هم گوش نخواهند کرد. چیکار باید بکنیم؟ بهترین کاری که ما خودمونم بیشتر سعی میکنیم استفاده میکنیم این متدو اینه که دوست باشیم با هم دیگه، با بچه‌مون دوست باشیم بیشتر تا اینکه بخوایم یا به اجبار یه چیزی رو تحمیل بکنیم یا خیلی ببخشید شل بگیریم که بعداً بخواد برای خودمونم یه مقدار داستان بشه. اینی که سریع‌تر و راحت‌تر میتونیم با هم به صورت دوستانه حلش کنیم هر چیزی که پیش میاد. بپرسید قاسمی چیکار باید بکنیم؟ والا حقیقت جناب واضقی بنده برخلاف مثلا خیلی‌ها تربیت ده شصتی ها رو دقت کنه خیلی بیشتر قبول داره. تنبیهشون بیشتر بوده تا تشویقشون، ولی الان تشویقه خیلی زیادتر شده طوری که بچه سوار میشه. بله الان ده هفتادی و هشتادی از ده شصتی ها خیلی ضعیفتره، همشون دنبال پشت میز بودنن دیگه. این روالیه که فرزند سالاری داره تو جامعه کلا. خب با چیکار کنیم شما؟ چیکار میکنیم برای فرزند؟ به نظرم تربیت پدر مادرای ما با اینی که سواد نداشتن یه پله بالاتر بود، الان سواد هست، اون آیتم هم بخواد بهش اضافه بشه فکر میکنم نسل آینده خیلی موفق تر بشه. یعنی شما موافق خشونت این؟ تنبیه؟ خشونت تنبیه نه. ببین تنبیه با باز کنید که بیننده این نبوده که مثلا پدر من تا الان پدرم دروغ بهت نگم یه بار فقط زده تو گوش من، یک بار کلا تو این 37 سال یه بار زده تو گوش من. نه نمیشه بگی ده شصتی یا مثلا پدر من مثلا آدم خشونتگری بوده. نه خیر. ولی همیشه روی آیتم روی چارچوب اومده جلو ما، ولی روی چارچوب نمیایم جلو متاسفانه. همین این در آینده دور بالاخره مطمئنا رو شخصیت بچه خیلی تاثیر میذاره. بسیار عالی. چی بگیم دیگه؟ دیگه نظر شما هم اینه، احتمالا یه سری با نظر شما موافق خواهند بود، یه سری هم قطعا مخالف خواهند بود. ولی روانکاوان کودک
میگن که بایستی یک جوری بچه ها رو تربیت بکنید که هم تشویقش به اندازه باشه و هم تنبیهش به اندازه باشه. تنبیه علمیست. حالا تنبیه منظور خشونت نیست، یعنی ترویج خشونت نیست. مثلا اگر چیزی رو دوست داره شما ازش دریغ میکنید، میگه آقا تو این کارو انجام ندی، پس ما هم این کارو برای شما انجام نمیدیم. اگر سر یک ساعتی حتما میشینه پای تلویزیون یا گوشی شما رو میگیره، بهش بگید اگه وسایلتو جمع نکنی ما هم دیگه گوشی رو به شما نمیدیم. تو اول باید وسایلتو جمع کنی که بعدا حالا تمام این اتفاقا میفته، اما ولی در کنارش گذشته خیلی بیشتر از اجرای این موضوعه. مثلا تبدیل یک سال اجرا نمیشه دیگه، بچه یکم گریه میکنه حالا بذار یه نیم ساعت دیگه، این اتفاقا داره میفته دیگه تو همه خونه ها هست. نه ما خیلی صحبت کردیم، گفتیم که بعضی وقت پدرها مادرها مثلا توی یک مرکز خرید فرزندشون چیزی میخواد دلش درد میکنه. نه داره حرف میزنه، حرف خاصه زدن زیاد داره. آره داره حرف میزنه، میبینه بس بس اوناست، فرزند مشارکت کنه. نه فرزند شماست. و اینکه مثلا میگن که خب آبرومون میره الان این بچه داره گریه میکنه وسط این مرکز خرید و فلان اینا، بریم براش بخریم، در حالی که میگن نباید توجه کنی به این قضیه. یعنی اگر که خیلی هم توجه کنیم به خواسته بچه‌ها شاید بچه‌ها درست تربیت نشن. یه ذره راجبه تو هم بگم این موضوع قطعا تو اطرافیان هممون بوده، میزنه زمین بچه خودشو خیلی نقنق میکنه که آقا من چیزو میخوام. داریم هممون فکر میکنم داریم بله. خدا رو صد هزار مرتبه شو بچه های ما اینطوری نبودن. حالا یا خودآگاه بوده یا ناخودآگاه تو رفتارمون یا توی حالا اون نوع تربیت این پیش اومده. اگر چیزی رو بگه مثلا اصرار بکنه بگم میگم بابا الان وقتش نیست، میپذیره. تا حالا اینطوری بوده، خدا رو شکر پذیرفتن. ما مهمانای دیگه هم داریم و قراره که من برم به پیشوازشون. قبل از اون اتاق بازی بچه ها رو ببینیم یه بار. قراره که بچه ها انتخاب کنن یک بازی، من میرم باشون انجام میدم، بعد یه فعالیت فیزیکی داریم، بعد قراره که انتخاب بکنن. سوال رو ببینیم، از بین اسباب بازی ها کدوم انتخاب میکنن؟ میکروفون، ماشین، توپ و عروسک. ببینید یک بار دیگه اتاق بازی رو و برنامه بسته تر بعد از بین این چهارتا کدوم انتخاب میکنن؟ میکروفون. میکروفون. شما خانواده قاسمی؟ فکر میکنم عروسک رو بردن. چون عاشق دایناسوره، خیلی عاشق دایناسوره. خب انشالله که هر دو درست انتخاب کرده باشید، ستاره طلایی بگیرید. سوال مسابقه و انتخاب هاشون، خانواده کاکایی گفتن میکروفون رو برمیدارن و خانواده قاسمی گفتن عروسک. من شما رو فعلا تنها میذارم، میرم به اتاق بازی بچه ها، جایی که بچه ها قراره من به اونجا در واقع ازشون استقبال بکنم. بر خودتون دست بزنید. نفس مونده بشین شما، شما بشین مونده بشین خالیب شما خالیب شما این وری باید بشینی به سمت ما باید بشینی. نفس برگرد مامان، نفس خانم برگرد بابا. نه این نه همینجا بشین. آره خیلی سلام، به سمت این وز خودتو معرفی کن بلند. نفس نفس کاکایی. نفس کاکایی چند سالته؟ پنج جالشه. اسم شما چیه؟ سلام، ایلیا. ایلیا شما چند سالته؟ دو پنج. یعنی میشه 7 سال یا 25 سال. برای بابا مامان دست تکون بدیم به اینجا این وسط. آها سلام، چطوری پسرم؟ ایلیا خودتو معرفی کن. من حسین کاکایی هست. حسین چند سالته حسین جان؟ من نه سال. کلاس سومی؟ نه کلاس دومه. 8 سالت تازه شدی 9 ساله. باش پسرم معمولا دوست دارم یه سال سنش. نه دارم. تو 5 سالته؟ خیلی خوب. کدوم شما بلد این شعر بخونی؟ من بخون ببینم. من جواب که ما میخوام اینو بلدی؟ آقا پلیده بیداره، ما آقا به خود میبینیم اومد جلد کاره، آقا پلیده درنگه با دکتا خب حالا تو بخون. درم زربریه، خب درم زربیده آبیه،
خب خب تو این توپو داشتی قبلا؟ نه نداشتم مشتم خوب نداشتم خب مامان به عزیز داره آفرین حالا حسین تو چه شعری بلدی برامون بخونی؟ من مثلا من یار مهربانم دانا بخون برامون در اون سنم دست بزنیم من یار مهربانم دانا خوش بیانم جویم سخن فراوان با آن که بی زبانم دست هم فراوان من یار پندانم من دوستی هنرمند با سود و بیزیانم از من نباش خافل من یار مهربانم آفرین حسین هم درستشو خوب معلوم میکنه خب اهل بازی کردن هستین بچه ها؟ بله بریم بازی کنیم بله آره بریم بازی بله. کنیم بله پس بیاین دنبال من ببینم بدوین آفرین آفرین براتون دست بزنیم خب شما اونجا وایسا بسن برو خواهرت کمک کن بغل نفس خب حالا بازی چیه من برای تو توضیح میدم وایسا رو به این ور مثلا رو به این ور خب من حلقه ها رو من و حسین به شما میدیم باشه شما میاد اینجا وای میستید اینا رو اینجوری میندازی سر جاش خوبه؟ خوبه عالیه بلدی که ها؟ همه اینا رو باید بندازی خوبه؟ پس وایسا اونجا وایسا اونجا من حلقه رو بهت بدم میشماریم 3 2 1 آفرین بیا اینجا سر تو بیا یکی دیگه آفرین بیا نفس بنداز آره مثل ایلیا ببین ایلیا چیکار میکنه حسین بهش کمک کن این منم میتونی بندازه ایلیا این منم میتونی بندازه این هم اینجا هم میتونی بندازه این بابا نمیشه نه سخته آفرین بیا اینجا بنداز اینو بنداز اینجا نفس بیه تو این نفس بیه تو این وایسا آره حسین دو تا بنداز خوده پیشیات بده متوجه شدی این دخترم آفرین اینجا بنداز یا از این دیگه اینو با دقت اینجوری بنداز دیگه نفس بازم خب حالا بریم کمک نفس بریم کمک نفس بیا نفس بیه چجوری بندازه آفرین بیا این هم یه دونم کنید آره بود جلو بود جلو بود جلو بود جلو خب براشون دست بزنید براشون دست بزنید خب ایلیا و نفس بیان اینجا ایلیا دست داده من میتونید برید یه دونه از اینا رو بردارید باش بازی کنید باشه برید از برو برید بردارید ببینید چی برمیدارید از هر نه نه اون نه از اونه که میزه نفس از بابا دیگه اونجا سر اونو برداشت چرا اونو برداشت؟ دوست داری؟ اه تو کنم داری عروسکشو؟ آفرین تو چرا میکروفون برداشتی؟ دوست داری میکروفون؟ خب شما بقیه بازی رو انجام بدید توپو بردار بیا با گندش رو دارید خب بازی ما اینجا تموم شد من بعد برم پیش بابا مامانتون باشه؟ شما بازیتون رو ادامه بدین من میرم پیش شما کار ندیم مامان خدافظ خدافظ خسته نباشی بابی خیلی خوب مرسی از لطف شما همونطوری که حد زده بودید درسته؟ خوشبختانه علاقه ایلیا به دایناسور برای چیه؟ به خاطر این دیه اصول بودی برش گرفتیم صدا میداد نورم داره
به اون خیلی علاقه داره. کلام دایناسور علاقه داره. خیلی دوست داره. خودش تاکید داشت که بخره. کتاب خریدید بهش آموزش بدید یا کتاب رنگ آموزی، کتاب قصه چیزی. نه اصلا زندگیشون رو اصلا چه موضوعی. در مورد دایناسور براش توضیح دادیم که نسلشون منقرض شده و همه هم میپرسه کی کشتتشون، چرا مرده. خب همون دلایلشو بگید. به هر حال استعدادش ممکنه در پژوهش باشه، در مورد حیوانات باشه، شاید مثلا در آینده. کلا خیلی علاقه به حیوانات داره، مخصوصا میگم دایناسور. علاقه زیادی داره کلا. بسیار عالی. و رابطه حسین و نفس چطوره؟ عالی. اونجا که عالی بود. اونجا عالی. کلا عالی. خدا رو شکر. خیلی خوبه. خب خدا رو شکر. اما هر دو خانواده ستاره طلایی. خب جدول رو یک بار ببینید. هر دو با یک ستاره طلایی آغاز کردید، باز هم بازی داریم، چهار تا ستاره دیگه هم مونده. هر ستاره طلایی دو فرصت در میز جوایز به شما خواهد داد. و اینکه خانم‌ها سنگ کاغذ چی بلدین که؟ بله. یه بار بازی کنیم ببینیم کدومتون اول باید بازی کنیم. سنگ کاغذ بین آقایون یا خانم‌ها؟ بین خانم‌ها. بین خانم‌ها. سنگ کاغذ قیچی یک خانم کاکایی، سنگ کاغذ قیچی یک سنگ کاغذ قیچی، سنگ کاغذ قیچی، سنگ کاغذ قیچی، سنگ کاغذ قیچی. خانوما تلفن کردی؟ نه تلفنشون قویه با. حالا این دفعه آقایون. حواسمون. دفعه آخر آقای. سنگ کاغذ قیچی. شدین شما بردین دیگه درسته؟ دو. شد نه دیگه شدن دو یک دیگه. بله دیگه. بله. خب ببینم خودتون اول بازی می‌کنید یا خانواده کاکایی؟ فرق نمی‌کنه. هر طوری. فرق نمی‌کنه. خانواده کاکایی برن. خانواده کاکایی براشون دست بزنید. خب بازی امشب ما مکعب بازیگوشه. بله. مکعبیه که در تصویر حرکت می‌کنه، بعد به من از این رنگش تغییر داد، شما باید شاسی رو فشار بدید. هر خانواده‌ای که کمترین زمان رو داشته باشه خب طبیعتاً برنده خواهد شد. سه بارم فرصت دارید. بله. دقت هم دارید بالا، سرعت عمل اینجا خیلی موثر برای گرفتن ستاره طلایی. بازی رو آغاز میکنیم، میشماریم. سه دو یک. میتونی آقا کاکایی استرس بشه خیلی طول کشید به نظرم. ببینیم زمانش چقدر بوده؟ 542 هزارم ثانیه. چقدر میشه؟ برای فرصت دوم چقدر میشه؟ میشماریم؟ سه دو یک. یاز یا زد داده سادات آیا تو گرسی؟ آیا تو گرسی بخواه؟ آیا تو گرسی بخواه؟ نشه ایتونی نکن دلیو اقمی داده بارن گرسی حالا فکر کنم بهتر شد زمان درسته؟ ببینیم؟ بله 473 هزار به ثانیه و فرصت سوم. شما نمیخواید امتحان کنی؟ چه میکنم الان راحت تر کنید. خیلقه شاید اومده دستم. خیلی کمتر. سه دو یک. برو بری. خیلی هم بازی کنید. دیر شد. نه فکر کنم بالای پنج شد. درست میگم؟ آره دیر شد. ببینیم با... نه چهار سال افتاد شد. اما رکورد قبلیتون رو برای تو نگه میداریم. بزنم این چهار سال افتاد و سه رو برای تو نگه میداریم. با هم میگنیم. دسته دو نداریم دسته. و خانواده قاسمی بفرمید شما. بازی کن. شما میخواید بازی کنی؟ ایزه بدید با هم بازی کن. بله با هم بازی کن. با هم تفتا بشماریم. سه دو یک. سرعت عمل بالا، دقت فراوان،
و متمرکز بودن باعث میشه که ستاره طلایی به دست بیاری. ببینیم رکورد اولشون رو، 440. و اما فرصت دوم میشواریم. یه خیلی طول کشید. آره خیلی بد. خیلی طول. ببینیم. اینو شما بزن. 610,000 ثانیه. و فرصت پایانی. بشماریم. 3 2 1. بگم اولی درست. آره اولی چهارسه خیلی ستاره طلایی گرفتیم دیگه، آرامش داشتیم دیگه، آرامش داشتیم. ببینید بازم 400 چه بفهمید رئیسید که من ستاره رو تقدیم شما بکنم. و اما ستاره طلایی تقدیم میگردد به خانواده قاسمی. خب شما دو ستاره طلایی به دست آوردید. بخش بعدی پرسش و پاسخ هست. شما جلوی توپ میشین یا همسرتون؟ مسلمه دیگه، شما باید بشین. باش پس از خانواده کاکایی هم خانم کاکایی جلوی توپ میشینن، من شما رو تنها میذارم. بریم بخش بعدی. به چه کتابی علاقه داره؟ خب یکی اینو بخون. اینا رو هماهنگ کرده. نه شاید نی، ولی این به نظر من سخته. سوالای سخت. چه کتابی؟ اولین کتابی که خوندن چه کتابی بوده؟ از اون مزایا اصلا نپرس. کمک کنید دیگه. تماشا چی بس چی سوال بگی. چی میگی؟ مشورت کنید، مشورت. تاریخ عقلینا رو که میدونن 100%. خب آقا مهدی، دلم. حسابی داری مشورت میکنی و با همراهات هم دیدم من یه مشورت هایی گرفتی. آره اون اتفاقا تمام سوال ها رو همراه بهمون گفتن. بله آقا عارف رو میبینیم که مشورت میکنه با همسرشون. سوالای راحت میخوایم بپرسیم دیگه، ستاره راحت طلایی بگیرن. دلمون نمیاد، واقعا دلمون نمیاد. باور بفهمید کاملا مشخصه با مشورت. و یه ستاره هم که کمتر طلایی داری پرقدرت داری میرین جلو. بله دقیقا. نه دلمون نمیاد. آقا مهدی هم اینجوری فکر میکرد که خیلی سوالاتون سخت باشه. سخت پرسیدن یعنی؟ سختش کنی؟ نه سوالای شما سخت باشه. آها نه نه بنده خدا راحت بشه. فکر نمی کنم. رنگ شنیدم. چقدر به رنگ علاقه دارم؟ رنگی علاقه دارم. سوالاتی که فهمه خیلی نگاه کنیم یا دارن از همون فیلم گیرن؟ نه خود هم فکر کن دیگه. اولین کتابی که مطالعه کرده اولین غذا. حالا نگاه کنه لبه اونو ببینه اونو چی. خانم کاکایی و آقای قاسمی در استودیوی مجاور مقابل توپ ها نشستن. باید ببینیم که هر دو خانواده از هم چه سوالاتی میپرسن. یک بار استودیو مجاور رو ببینیم. خانم کاکایی؟ بله. ترسناک اونجا؟ نه ترسناک نیست. ترسناک نیست. خب. الان دوست داشتید؟ دوست داشتید آقای کاکایی جای شما بودن؟ قرار بود اینجوری باشه. دیگه اینجوری شد. دیگه حالا اگر قرارمونی مالی قراری گذاشتیم با خودمون که اگر خانواده‌ای که انتخاب کردن خودشون بله. میرن همسرشون تصمیم گیرنده بله. و آقای قاسمی ترسناکه. ترسناکه؟ آره لوله توپه اصلا انگار یه حرارت خاصی داره. از شما باید این همه کارهای خطرناک تو بچه کردیم؟ مال بچگی بود دیگه. آه الان دیگه نه دیگه تموم شده. خب پس منتظر باشید ما سوال‌ها رو بپرسیم بعد خدمت شما بزرگواران هستیم. خانواده کاکایی ستاره طلایی کمتری دارن، این فرصت رو به شما میدیم که اولین سوال رو از خانم قاسمی بپرسید. اولین سوالی که ازشون پرسیدم اینه که سخت‌ترین تصمیمی که تا به حال آقای قاسمی گرفتن چی بوده؟
سخت‌ترین تصمیمشون فکر می‌کنم این که می‌خواستن اولین بار کارگاهشون رو افتتاح کنن. کارگاهشونو؟ بله. بسیار خب، پس لطفاً چیزی نگید، بریم به استودیو مجاور و آقای قاسمی عزیز. آقای قاسمی، آقای کاکایی از شما سوال می‌پرسن. سخت‌ترین تصمیمی که تا حالا توی زندگیتون گرفتین چی بوده؟ سخت‌ترین تصمیم؟ سخت‌ترین تصمیم. بابت کارم بوده، مسائل کاری. چی بوده؟ نه، دقیقاً بوده. درباره کارگاه زدنم بود تصمیم گرفتم. چرا؟ چه تصمیم سختی بود؟ خیلی شرایط کاری با تو جامعه ما سخت بود. چرا آخه؟ بعده این سره دستم بیری چی کار کنم؟ بفرمایید. چه سوالی بود پرسی؟ سخت‌تر می‌پرسی؟ دلم نیومد اولش هم اومدم. چرا آخه؟ گفتم یه ستاری تری از شما جلوترن. نداره، ما اومدیم بازی کنیم. باش. خوش بگذره. باش. سلام. و خانم قاسمی از آقای کاکایی میتونید سوالتون رو بپرسین؟ اولین کتابی که همسرتون مطالعه کردن چه کتاب؟ اولین کتابی که همسر شما مطالعه کردن چون خودم معرفی کردم بهشون، اگر حالا حضور ذهن داشته باشه و بگه، البته دو سه مرتبه فکر کنم این کتاب خوندم. معجزه شکرگزاریه. چی؟ معجزه شکرگزاری. معجزه شکرگزاری. بله. چیزی نگید لطفاً. و خانم کاکایی. بله. خانم قاسمی از شما سوال می‌پرسن. خواهش می‌کنم بفرمایید. اولین کتابی که مطالعه کردین چه کتابی؟ من کتابای روانشناسی. اسمشو بفرمایید. معجزه اسمش الان معجزه شکرگزاری بود. بله، کتاب معجزه شکرگزاری که همسرتون بهتون معرفی کردن، درسته؟ بله دقیقاً. و خودش خیلی کتاب قشنگی هم بود، خیلی به دردم خورد و واقعاً عالی بود. خب خدا رو شکر. زنده باشید. اما بریم سوال دوم. آقای کاکایی از خانم قاسمی می‌پرسن. سخت دلم نمیاد آقای بازقی. هر جور دوست دارید بپرسید. اولین خاطره شیرین چهار نفرشون. سفر کربلا. سفر کربلا. بله. چیزی نفهمید لطفاً. آقای قاسمی خوبی؟ با من آقای بازقی؟ بله میگم آقای قاسمی خوبی؟ آره، یه مقدار شیرینیش کم بوده آقای بازقی. شیرینیش کم؟ بله. طورش بوده. خب آقای کاکایی از شما سوال میپرسن. اولین خاطره مشترکتون وقتی خانوادتون چهار نفره شدن. نه، اولین خاطره شیرینه. شیرینه مشترک خانوادتون وقتی چهار نفره شدید. یعنی هر چهارتاتون باید باشید. زمان های گذشته. آقا کاکا یکم فکر کنید. آقا به خود ساده پرسید. بله بله فکر کنید. گفتم ساده بپرسن. آقا یعنی ساده؟ بله بله. خاش خاشیش دیگه. خانمتون بدون فوت وقت گفتم. چه خاطره بوده؟ اولین خاطره چهار نفریم. رفتم به شمال. بفهمید کاملا راستش بله کاملا حق با شماه. اینم خوشمزه بود اصلا. اینم خوشمزه بود. تجربه کنم. خب و اما سوال مهم، شاید هم سوال پایانی، خانم قاسمی از آقای کاکایی میپرسن. اگر درست بگن که مجبوریم با آقای قاسمی مجدد شلیک کنیم و ستاره طلایی تقدیمشون کنیم. وقتی که فرزند اولشون به دنیا اومد، پیراهنی که تنشون بود آقای کاکایی چه رنگی بود؟ من بیمارستان رفتن؟ بله. پیراهنی که رفتی بیمارستان چه رنگی بود؟ خودم هم یادم نمیاد، چه برسه به خانم. سفید زیاد میپوشم، احتمالا سفید بوده. باش، پس چیزی نگید لطفاً. خانم کاکایی؟ خانم قاسمی از شما سوال میپرسن. لطفاً دقت کنید. وقتی آقای کاکای فرزند اولتون به دنیا اومد، پیراهنی که تنشون بود چه رنگی بود؟ اومدن بیمارستان. اومدن بیمارستان. اومدن بیمارستان، پیراهنشون آسونه این فرقه. یا آبی بود یا سبز، ولی فکر کنم سبز بود. میخواستم بگم سبز. حالا چی بود جوابت؟ دیدن سفید من اکثرا زیاد میشم، ولی گفتم گفتم پشیمون شدم، میخواستم سبزو بگم. ببخشید من اشکال نداره. اشکال نداره. و سوالی که من سوال باید بله سوال آخره کرده بودم. یه سوال آخره.
سخت بپرسم اونو میگن. اون فکر نمی کنم. با جناق دارن آقای قاسمی؟ بله دوتا. دوتا؟ بله. تاریخ تولد جفت با جناقاشو بهم میگن. یکیشون بزرگه. با جناق بزرگشون دوم فروردین. چه سالی؟ فکر میکنم 47. دوم فروردین چه رفت؟ چیزی نگید لطفاً. آقای قاسمی. ببخشید. آقای کاکایی سوال دارن از شما. اگه نتونی جواب بدی که بله بله آمادگی دارم. وای نه اصلا سوال خیلی سواله. سوال خیلی راحتیه. چالش برانگیزیه. اوه عزت. با جناق داری دو تا. با جناق داری دو تا. خدا نگهدار جفتشون. تاریخ تولد با جناق بزرگتون چه تاریخیه؟ یکم یا دوم فروردین. چه سالی؟ 1053. سوالشو ندونه وای به حالشه. بره خونه بگید یه بار دیگه تاریخشو کامل بگید. 1349 2-1 1349 اگه اشتباه نکنم. خیر خب منتظر شما و خانم کاکایی هستیم در استودیو. اما ستاره طلایی تقدیم می‌گردد به خانواده کاکایی و وضعیت جدول. خب مساوی شدید، چقدرم عالی. بخش بعدی هم یک بازی مشترک هست و یک ستاره طلایی داره. یک بار خانم ها بازی میکنن و یک بار هم آقایون. منتظریم تا آقای قاسمی و خانم کاکایی در استودیو به ما ملحق بشن تا بخش بعدی رو تقدیم شد. خواهش میکنم. آقا محسن چی شدی؟ من مهدی هستم. خواستم بدونم حواست هست به اسم میشنم. آره صد درصد خیلی رو نه همین سوال ها کاکایی هر بوجه ها بود. خدای خودی سن با جناقشو میدونه؟ جواب با جناقو میخوای چی بدی حالا؟ هم موندم حاشیه درست کرد. حالا خدا کنه زندگیمون به حاشیه کشیده نشه. جای بد کشیده نشه. دعا کنید شما، امیدوارم که ختم به خیر بشه. خب آقا آره جان دلم چی کار کردی با خانومت؟ چیزی نیست، ظرف میشه. خوشمزه بود. والا من مزه نکردم ولی آقای قاسمی گفتن یه ذره شیرینیش کمه. ترسناک بود خانم؟ نه اصلا ترسناک نبود. ولی شوکه میشدی؟ آره اون یه دفعه تیری که انتظار ندارم تو دلت هی داری دل میکنی که جواب باشه نباشه. آره. باشه نباشه فکر کنم چه سوالی آسونی پرسیدی. دلم نیومد. من آدم رئوفی ام، مهربونم. تاریخ تولد باجناق سوال آسونه؟ دلت نیومد تازه؟ من بهش گفتم 57 سال باجناق خودم. حالا پاک میشه؟ ان شاء الله که پاک میشه. شیرینیش یکم کم بوده. میگیم بیشتر. آره، ممنون. وای عزیز. و اما مسابقه پایانی. تشخیص که پر هیجان که یک بار خانم ها و یک بار آقایون بازی خواهند کرد. وضعیت جدول رو ببینیم. یک ستاره طلایی داره و هر کسی ستاره طلاییش رو بگیره احتمال اینکه به میز فینال برسه زودتر هست. اول آقایون بازی کنن یا خانم ها؟ خانم ها مقدم ترن. اول خانم ها براشون دست بزنید برن بایستن رو کن. آقایون میتونن راهنماییشون کنن در زمان مناسب. هر خانواده‌ای که ابتدا شروع بکنه تو توی دور بعدی هم خانواده برعکس میشه دیگه. بله. شما پرتاب هم میتونید بکنید. خانم تمرکز کن. پرتاب. اصلا عجله نکن. بذار بندوز. ببین آخرین توپت مهمه. آخریش فقط مهمه. عالی بود. ببین عالی دور بده بزن بده به کنار. محکم بزن نده محکم بزن بده محکم بزن بره کنار. اشکال نداره توپ آخر مهمه. از سمت دیگه بزن. الان میخواد راست ببنده. اون سمت دیگه نزن. از سمت دیگه بزن. آره به اون فقط مستقیم بزن بره بشه.
حالی محکم ببین محکم بزن به اون توپه که اون وسطه محکم بزن آها ماشاءالله حالی حالی بود ببین راشو حالا ببند سه تا توپ این بر اون برده تو اون برنده بزن مهره زرد تعریف رو بزن فهمیدی ببین دو سه تا تو بغلش بنداز مهره زرد رو بزن ای وای ببین نشو علی بشه ببین کاری به راشو ببند دو سه تا جلوش بچین دو سه تا جلوش بچین کجا داری میزنی الان میزنی میندازی کن آروم بزن سوره الان قشنگ معلومه آقای قاسمی دلش می‌خواست اونجا آره فقط زرد وسط آها ببین جلوش ببند جلوی توپ تو ببند یه دونه آروم آروم بنداز بیاد پشتش توپم بخواد بزنه دوباره اینو هل میده جلو بنداز پشت این پشتش بنداز تمرکز نمیتونه بیا الان نباش نمیتونه عجله نکن عالی نشه عالی ابغل ابغل بزن ولش بده ابغل ابغل بزن ولش بده بره اوه توپ داری نگران نباش بازی چرخید اصلا بده کنار بده کنار اصلا به اون کاری نداشت از یه سمت دیگه نزدیک شد دوباره به هدف سرعت خیلی روشن بزن خیلی نزدیک محکم اشکالی نداره محکم بازم ببین محکم بزن دیگه از دوستم نزدیک شد الان بزن به این توپ ما خانم تو به این کاری نداشته باش آها از سمت دیگه ای وای محکم بزن به این توپ بره کنار و آخرین نیست تو ببینید چه اتفاقی از بغل بزن به اون کاری نداشته باش ببین ضربه آخری ها بزن به استرس نداشته باش خیلی نداره بابا ستاره‌اش اصلا مهم نیه استرس نداشته الان آقای قاسمی دوست داشت اونجا بود و در فرصت اول خانواده کاکایی موفق شدن که دیسک نزدیکتری به مرکز داشته باشن با دستای شما خانما تشریف بیارن آقای تشریف ببرن بفرمایید شروع کردید بازی رو ابتدا درسته آقای قاسمی شما اولین پرتاب رو داشته باشید آره فر شما میتونی یواشتر پرتاب آفرین مهدی یواشتر پرتاب اشوالا یه مقدار سرعت از تجربهاتون بگید مهدی یواشتر پرتاب مهدی یواشتر یواش یواش یه مقدار آروم میتونی مهدی یواش میتونی به نظر من پرتاب کنید بهتره ها ولی هنوز از سیم خارج نشده تمرکز کن عارف جان سرش بده مهدی وسط وسط این دفعه سر بده مهدی سر بده مهدی پر سر بده عالی آفرین مهدی وسط سر بده مهدی سر بده زرد رو بزن زرد رو بزن آفرین ای با مهدی مهدی یه باز سر بده مهدی حرکت آخرت مواظب باش مهره آخرت مواظب باش یواش عارف جان آروم آروم شما اگر شما اگر نزدیکتر بذارید تعدادش مهم نیست هر کی نزدیکتر ببین سرش بده عارف جان محکم بزنی سرش بده یک یک برابر شما بازی میکنید یا همسراتون هر چی خانوم هم بگید نه شما من بازی میکنم شما بازی میکنید شما بازی میکنید خانوما بازی شما بیا نه دیگه با هم ای باش خودمون بازی کنیم نه مشکل نداره نه بازی کنیم مشکل نداره خب یه بار دیگه دیسکا رو جمع بکنید بفهمید بریم
بفرم با دل مردم راه بیا آوازه مهدی یواش پرت هم میکنی یواش پرت کن خودت بلدی چکار کنی من هیچی نمیگم خانم خب عیبی نداره خوبه ای وای خوبه مهدی جان یواش پرت کن آهسته تر یواش تر پرت کن من راضی هم ازت بعدی درست اشکالی نداره یواشتر پرت کن عزیزم یکی جا یه ذره یواشتر خیلی با شتاب پرتاب میکنی ای بای هیچ اشکالی نداری میره بود یکی جا یواشتر پرت کن خیلی با شتاب پرتاب میکنی آروم آه خب اشکال نداره اشکال نداره خب فعلا خانواده قاسمی آره بندازش یواشتر پرتاب آره آروم پرتش کن میره اشکالی نداره هیچ اشکالی نداره باز هم خانواده قاسمی میتید پرتاب آخرت عزیزم یه ذره میره آقای قاسمی اینو بزنی ناراحت میشم خب حالا باید ببینیم آقای قاسمی اینو بزنی از دست ناراحت میشم میتید هم سور بده خدا رو خوش نمیاد بزنی آقای قاسمی سور بده بزنش بیرون خب بعد ایست که آخر بله دیسک آخر یه نزدیک تر باشید شما برنده پر کن یه ذره به وسط نزدیک نمیخواد خیلی نزدیک آره تمرکز اصلا نگران نباشید عالی و ستاره طلایی این وقت تقدیم میگردد به خانواده کاکایی خب وضعیت جدول بریم ببینیم به چه شکلی شد بله خانواده قاسمی یک ستاره طلای عقب‌تر از خانواده کاکایی هستن اما همچنان امیدوارن شاید بتونید که به اتفاق به میز جوایز برسید پرسش و پاسخ از بچه‌ها هست بریم آغاز پایانی و پرسش و پاسخ از بچه ها در ابتدا با خانواده کاکایی شروع بکنیم اگر ستاره رو نگرفتید حداقل تقدیم یه امیدی داشته باشن خانواده قاسمی و اینکه با بچه ها صحبت کردیم راجع به مسائل تربیتی دیگه باش حرف میزنی با نفس جان بله بله زیاد صحبت هم داداشش کمکمون میکنه هم خودمون باهاش صحبت میکنیم خیلی هم عالی پس بریم سوال اول رو ببینیم زنده باشید سخت‌ترین کار دنیا به نظر نفس چه کاریه؟ سخت اینجاست که سختش کردید سخت‌ترین کار دنیا به نظر نفس سخت‌ترین کار دنیا میتونه خیلی چیز ساده‌ای باشه ساده است ما پرسیم سخت‌ترین کار دنیا از نظر تو چیه نفس شد چی بگیم سخت‌ترین کار دنیا میتونیم کمک بگیریم بله به نظر شما نه غذا خوردن که نمیشه غذا رو که میخوره راحت مشکلی نداره واسه غذا خوردن سخت‌ترین کار دنیا از بازیش هم جمع میکنه نام که مشکلی نداره شاید نه لباسم که خود خیلی مستقل نفس یعنی از لحاظ حالا لباس پوشیدن نمیذاره ما اصلا کمکشون همین کاراشو خودش انجام میده فقط بعضی وقت بعد تلویزیون شاید بدین دیگه چون زمانتون رو به پایان مثلا ترین کار دنیا نمیدونم شما رانندگی کنه چی میدونم بریم ببینیم جوابشو نمیدونم جوابی نداشته باشین یعنی آره دیگه نداشتید دیگه سخت‌ترین کار دنیا اینه که وسایلای بازی خودشو جمع کنه عمرن به ذهنش نمیرسه پس ما اینو از شما میپذیریم که سخت‌ترین کار دنیا از نظر نفس اینه که وسایل بازی خودشو جمع کنه بریم ببینیم سخت‌ترین کار دنیا چیه؟
داداشمو بلند کنم. عزیزم. داداشمو بلند کنم. نمیتونه زورش نمیرسه. بغلش کن. آره خب. یه جواب گفتم خیلی ساده. سخت ترین کار دنیا. سال دوم. دوست داره برای چه کسی تولد بگیره؟ نفس کلان تولد هر کسی باشه دوست داره تولد خودش باشه. چی جواب خودش؟ نه اینم نمیشه ولی شاید الان چون تولد دختر خالش نزدیکه بگه دنیا. بریم ببینیم جوابش. نه دوست داره برای کی تولد بگیره؟ برای دنیا. دختر خالش. نفس خانوم. بله. دوست داری برای کی تولد بگیری؟ برای دنیا. آفرین. و سوال سوم فکر میکنه چه کادوی مامانشو خوشحال میکنه؟ الان خودش نفس مثلا کاغذ میاره میخواد مثلا میگه مامان برات نوشتم مامان دوستت دارم ولی حالا مثلا این چیزای بچگونه خودش اون هدیه میگه بهش. آره به مثلا کاغذی کوچولو قلب میکشه میگه بابا هدیه برات درست کردم. شاید اینو بگه یعنی واقعا واژه هدیه یا... نه اینکه چیز خاصی آره. باشه یه نقاشی یا یه کارت پستال مانم کوچولو درست میکنه همین قلب و یوزو رو میکشه ما رو میکشه دوتایی این کارا میکنه هدیه. بریم جوابشو ببینیم. چه کادوی به مامان بدی خیلی خوشحال میشه؟ بذار بزنم کتاب. ای جانم. آره عالی. جوابش ارزش من بود. درست ما جلو سر گفتیم. ولی جواب شما مطالعه میکنید تو منزل میبینن و فکر میکنن کتاب براتون هدیه خوشحال کننده ایه که حتما هم هست. سوال چهارم به نظر نفس آدم مسابقه چی کار میکنه؟ داد میزنه و دعوا میکنه. بریم ببینیم. چون من خودم بعض وقت مثلا یه ذره تون میشم میاد هی تون بوسم میکنه به روی خودش نمیاره که من عصبانی ام ولی هی بوسم میکنه که منو مثلا آروم کنه. داد زدن شاید. بریم ببینیم جوابش. نفس خانوم. بله. آدم عصبانی چی کار میکنه؟ بیجو میگیره. آدم عصبانی. اصلا این کارو نمیکنه. خب سوال پایانی سرانم از دست دادید ولی جواب با من زدید. نفس از کجا متوجه شدی که مامان و بابا هم دیگر دوست دارن؟ چون من خیلی میگم عاشق مامانم، عاشق نفسم، عاشق داداشم. نه مامان و بابا ابراز احساسات زیاد. مامان بابا رو دوست داره ها. مامان بابا رو دوست داره. خب مامان و بابا هم دیگر رو دوست دارن. هم دیگر رو؟ نیما که ستاره رو نگرد. نیما این بچه چی به ذهنش میرسه؟ ستاره رو که دست دادیم ببینیم. آره ببینیم. کادو میگیری شاید. نفس خانوم. بله. مامان بابا هم دیگر رو چقدر دوست دارن؟ 50. از کجا فهمیدی این همه دوست دارن؟ کادو میدارم. کادو میخرم برای هم؟ آره. کادو میخرم. خیلی خوب ستاره قرمز تحقیق خانواده کاکایی و وضعیت جزل رو هم خیلی سپاسگزاریم. ممنون. متشکرم. حالا امیدها برای خانواده قاسمی بیشتر میشه که اگر بتونن ستاره طلایی به دست بیارن که میتونید هر دو خانواده به میز با ستاره هاتون میتونید به میز جوایز برید. سوال اول به نظر ایلیا خطرناکترین کار چیه؟ چه کاری بهشون خطرناکه؟ ترقه؟ نه آتیش؟ نه دست به چیزی نزنه چاقو مثلا اینجور خب یه چیزی به هم بگیریم خطرناکترین کارش چی میشه؟ آتیش بازی هم هستا ترقه رو نمیگه اون فقط چهارشنبه سوریه نه دوست داره به نظره نمی هم چاقو قیشی بکنم همون خطرناکه دست به چیزی نزنه دست چاقو یا قیفه چیزی یا چاقو یا مثلا آمد بیاییم اسمشو بله بله چون هر چیزی که چیز باشه هر چیزی که چیز باشه که چاقو قیچی بقید چاقو یا قیچی چاقو چاقو بریم ببینیم We'll be right back.
خطرناکترین کار چیه ایلیا؟ چاقو باش. خیلی تو خونه بهش تاکید میکنیم که دست نزن به چاقو چون دم دست میکشرم. ولی به هر حال باید بهش یاد بدید دیگه. چون داداش کوچیکترم داره خیلی بهش میان. بله ولی بعد به مرور با خودتون بهش یاد بدید که بتونه استفاده کنه. استرسشو داریم دیگه حالا باز. سوال دوم، اگه ایلیا با یه خوراکی میخواست خونه بسازه چه خوراکی رو انتخاب میکرد؟ یه خونه آب نباتی. کباب، کباب و قرمه سبزی. جواب خوراکی ممکنه غذا بگه یا اونش فرق نمیکنه. ببین شکلات خیلی دوست داره. کباب هم غذا هم کباب اون موقع الان قرمه سبزی. آب نبات، شکلات آب نبات. بریم ببینیم میگه خانه آب نباتی شکلاتی. اگه میتونستی یه خونه درست کنی با یه عالم خوراکی‌های خوشمزه، با چه خوراکی دوست داشتی خونه تو درست کنی؟ خیار. سوال سوم، به نظر ایلیا یک مامان عالی مامانیه که چی کار کنه؟ قصه بگه. خیلی همچون یه قصه شه یا خوراکی بخره. میگه شعر و قصه، اصولا میگه شعر و قصه برام بگه. آبازقی شعر قصه. میگه مامانیه که شعر و قصه برام بخونه همشون میگه. بریم ببینیم. شعر و قصه قبول جفته. چون یه موضوع دیگه یا قصه گفتن یه شعر و قصه فرق نمیکنه. یه مقداری زیاد فرق میکنه. باشه حالا بریم ببینیم. ایلیا جان، یک مامان عالی مامانیه که چیکار کنه؟ برام صابونه میپزه. صابونه براش میپزه. سوال چهارم، این دوتا رو باید درست بگیم. به نظر ایلیا بابا از چی میترسه؟ بابا از چی میگه؟ میگه از چی میترسه؟ از چی نمیترسه؟ برادر زنم. نه اصولا میگه هیچی، بابا قویه، از هیچی نمیترسه. آره از هیچی نمیترسه. بریم ببینیم. به نظر شما بابا از چی میترسه آقای لیا؟ بابا؟ آره از گربه. از گربه میترسی؟ بابا بعضی وقت در خونه اتفاقا گربه هست، باش میریم دنبال گربه ها میکنیم. ببینم آده چرا گفته میترسه. دوست داره. ولی خودش خیلی میترسه، یعنی میاد سمتشان. ترس خودش رو به شما. خودش از گربه دوست، کلا حیوانات رو دوست داره گربه است. خیلی خوب، سوال آخر، به نظر ایلیا یه دوست خوب چیکار میکنه؟ باش بازی میکنه. آره فقط سن بی برو برگرد، باش بازی میکنه. شاید هم کمک میکنه وسایلشو جمع کنه. آره اسباب بازی جمع کنه. من در حال بازی کردم. در حالی که دست دادی میخواد جوابشو. آره مهم، بریم جوابشو ببینیم. آقای ایلیا یه دوست خوب چی کار میکنه؟ ما بچه ها بازی میکنه. بازی. ستاره قرمز تقدیم خانواده قاسمی با دستان شما. پرسپولیسیه بزنید دیگه. وضعیت جدول بله دیگه، با خانواده قاسمی باید خداحافظی بکنیم و با خانواده کاکایی به بخش بعدی، به میز فینال بریم. دوربین شما و مردم عزیز ایران که برنامه شما رو امشب دیدن. شما خداحافظی. خیلی ممنون از مردم که برنامه ما رو دیدن. خیلی خوشحال شدم که تو این برنامه شرکت کردم. ایلیام خیلی دوست داشت این برنامه شرکت کنه. از شما و دستن در کنتون تشکر میکنم. انشالله که ایلیامش خوش گذشته باشه. انشالله که خوش گذشته باشه. و آقای قاسمی، به امید اینکه مردم تحمل کرده باشن این برنامه ما رو، واسه شون جذاب باشه، خدا رو شکر میکنم. امیدوارم برنامه خوبی باشه و خاطره خوبی برای ایلیا ساخته شده باشه. ممنونم. خیلی ممنون از اینکه مهمان برنامه ما بودید. میز جوایز با خانواده کاکایی. خانواده کاکایی با 6 فرصت انتخاب و 3 ستاره طلایی که به دست آوردن به میز فینال راه پیدا کردن. بریم ببینیم که انتخاب هاشون چه هست. جدول رو هم که میدونید دیگه، زیر اعداد چه چیزهایی وجود داره. تا 6 رو روشن کنید بچه ها لطفاً. تا 8 میلیون تومان میتونید برنده شید، به شرط اینکه اعدادی رو که حدس زنید درست باشه. عدد اول، عدد اول بچه ها هی میگن یک. بله
بشوریم. جمش سلا و 1,000,000 تومان جایزه نقدی. عدد دوم، عدد دوم هم دومی دنیا هست. چند؟ دنیا خانم گفتن دو. نو 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 بله بشماریم. یه اشکال نداره. خب چهار فرصت دیگه باقی مونده. دو هم میخواییم بگیم. عدد سوم هفت های بازه بگیم. هفت هفت یک جمش طلا دو میلیون تومن و سه فرصت باقی مانده. آیا باجقی نفسم داره میگه عدد بعدی هشت. دو و هشت حالا به ترتیب اول کدوم باز کنیم؟ اول دو رو بخواییم باز کنیم. دو بله بشماریم. یک جمش طلا و 2,000,000 تومن جایزه نقدی. بعدیش هشته. چند تا فرصت مونده؟ میخوایی بگیم؟ دو فرصت دیگه باقی داریم. هشت؟ هشت. آقای بازقی، نیتمون خیره، کمکمون کن. جام من اصلا صداتون نمیشه. فعاره فعاره چند میدم. نیتمون خیره، کمکمون کن که بتونیم عدده رو ببریم بارا. چشمتون سلامت. میشوریم. یک. و فرصت پایانی، انصراف هم میتونید. شاید از اون چیزا خورد بهش که زیادش بکنه. میخواییم 12 رو بگیم یا 3 رو بگیم؟ شد 12 یا 3 رو بازه. عدد 12 3 رو بگو. 3 سه بشوریم. آقای بازقی پسرم میگه 3 عذرخواهی میکنم. ببخشید عذرخواهی میکنم. میشماریم. بومه یک و فرصت ها به پایان رسید. با 4,000,000 تومان جایزه نقدی موفق شدید که اعداد رو درست انتخاب بکنید. بقیه اعداد رو باز میکنم که شما هم ببینید. شما هم بینندگان عزیز نفس میگفت 5 میسوختیم. من 12 هم گفتم بابا 15 هم ده و 11 12 13 دیگه اونم اطلاعات عمومی اونم شعر خوندن. خیلی ممنون و متشکریم از اینکه تو برنامه ما شرکت کردیم. امیدوارم که میزبان خوبی بوده باشیم برای شما و عالی کسانی که از طرف شما تشریف آوردن. میدونم میذارید هوا رو به گرما هم داره میره، یه ذره استودیو گرم میشه، سخت بود. عذرخواهی میکنم از شما. اما کسانی که میخوان در برنامه ما شرکت بکنن، اگر فرزندانی دارن که معلولیت‌های جسمی و ذهنی دارن، میتونن با این شماره تماس بگیرن. اگر به حد نصاب رسیدیم حتما که براشون مسابقه خواهیم گذاشت. یک کودک شوی دیگه به پایان رسید. تا برنامه بعد. خیلی ممنون و متشکرم. ممنون و متشکرم.